بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الله ينطقني بالهدى وألهمني التقوى هذه بشكوى أهل بيت زهراء الأزهر سلام الله عليها وأمير المؤمنين عليها ألف التحية والثناء صلواتي بفعل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بحثی جلسه گذشته مطرح کردیم، اون هم ماجرای فساد اقتصادی یکی از نزدیکان امیرالمومنین صلوات الله علیه بود. بحثی در جامعه مطرحه که بخش سیاسیشو بنده نمیخوام ورود کنم، اما برای اینکه بتونیم مقایسه کنیم و بررسی کنیم و بسنجیم، بد نیست که برگردیم سراغ سیره اهل بیت. لذا محور بحث این هفتمون، و حالا ببینم بحث به کجا پیش میاد، شاید دو سه هفته دیگه، حوالی خطبه 200 نهج البلاغه است. بارها عرض کردیم احسن مبارک شما که خطبه نهج البلاغه نسخ مختلفش مختلفه، لذا مثلا در شرح ابن ابی الحدیث 193 بعد جا 198 6 7 تا قبل و بعد خطبه 200 تا اگر تو کتابتون خونتون نگاه کنید بالاخره این خطبه رو پیدا میکنید، کوتاه هم هست. مسئله که امروز مطرحه و اخیراً هم یکی از مرجفان یا خودش یا به نامش منتشر کردن، مسئله کارآمدی نظام اسلامی. خب عزیزانی که هفته‌های گذشته محضرشون بودیم بارها داد و بیداد ما رو در مورد ضعف‌های جامعه اسلامی و حکومت و اینا شنیدن. ابدا نه دنبال انکار ضعف‌ها هستیم نه توجیه خطاها، بلکه باید راهی برای اصلاحش پیدا کنیم. نقد خالی هم فایده ای نداره. بنده تو این جلسات خیلی سریع هم، حالا بعدن معلوم میشه که درسته یا نه. ببینید مثلا نهاد مرجعیت حفظه الله و حفظه الله گاهی راجب ربای بانک ها صحبت میکنن، باید راه به جامعه معرفی کنید. آقا خوبی قانون بانکداری که ربا نیست، اما عمل بانک ها رباست. مثل این میمونه که من و شما با هم یه معامله بکنیم، من به جایی که به شما جنس خوب تحویل بدم، من جنس قلابی تحویل بدم. اون معامله غلط نبوده، من رفتم جنس غلط آوردم. قانون بانکداری مشکل نداره، منتها چون نظارت درستی به نحوه اجراش نمیشه، شورای نگهبان اصل قانون رو تصویب کرده. شورای نگهبان اصل قانون رو تصویب کرده، ولی اجراش که دیگه با شورای نگهبان نیست، حسن عرض کنم خدمت شما که انجامش اون قانون لازم داره، یه شورای نگهبانی حین عمل لازمه، حالا نه شورای نگهبان یه جایی. و نکته بعد اینه که شما فوش بدی آخه خب جاش چی کار کنی؟ بانک ها رو تعطیل کنی جاش چه کار کنی؟ بعضی از این عزیزانی که فریاد ربا خوان سلام علیکم و صلوات به دفع اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب عرض کنم نقد کردن که کاری نداره، جاش چه کنی؟ شما خودتون مؤسسه که دارید هی میگید بانکار رباس بانکار رباس، خودتون مؤسساتتون همشون حساب بانکی دارن سپرده دارن، شما برای مؤسسه کوچیک نتونستید جایگزین معرفی کنید. یه کشور 80 میلیونیه، بله ضعف هست، خب یه چیزی جاش بگید اینو وردارن اونو که شما میگید بذارن. خب ما پیشنهاد روشنی ندیدیم واقعا. بسم الله الرحمن الرحیم بگیم هر کسی بیاد نظر بده نظرشو اعمال کنه. نظر شما به چیه؟ خودتون که به تعطیلیش اعتقاد ندارید چون دارید الان کار میکنید. بعد از اون طرف هم هیچ جایگزینی هم معرفی نمی کنید، خب یه طرحی بیارید.
خب توقع از حوزه آنون درس های تکراری رو تعطیل کنن، یه درس اقتصاد اسلامی بذارن، بگن ما جایگزین بانک چی داریم. خب وقتی تا وقتی جایگزین ندارید که هی مثل میمونه بیماری داره دارو میخوره، بگن کورتون نخور برات خوب نیست، میگه خب چه کار کنم، میگه هیچ نمیدونیم چه کار کنم، باید یه جایگزین بگی شما. این بحثی هم که تو بحث کارآمدی نظام اسلامی یقه کیو بس بریم بگیریم، مثلا این منبر مطرح میشه، مرحوم امام رحمت الله علیه به شاه گفتن که فرمودن که هر جا مشکلی باشه گردن توه. ما جلسه پیش تا حدی به این پرداختیم، ادامهش تو خطبه 200 هست دیگه. من بیش از اینی که الان ورود کردم سیاسی حرف نخواهم زد، فقط خواستم بگم مسئله از اینجا شروع شد که ما مسائلی تو جامعه داریم، میریم ببینیم تو سیره اهل بیت چی پیدا میکنیم. خب ناکارآمدی نبوت رسول خدا و امامت امیرالمومنین و امامت امام حسن سابقه طولانی داره ادعاش. بریم اونها رو بررسی کنیم ببینیم چه بوده. ابدا بنده بلا تشبیه نمیخوام مقایسه کنم اون سه بزرگوار با دیگران، ابدا، بلکه ما وقتی سیره اهل بیت کار میکنیم میخوام ببینیم آیا فهممون رو میتونیم اصلاح کنیم تو موضوع تا متوجه بشیم ناکارآمدی مال کجاست. چون ناکارآمدی الان داره دیده میشه، ناکارآمدی که قابل انکار نیست که مثلا صورت مسئله رو کسی پاک کنه، ظلم و فساد که قابل انکار نیست. این خیلی فاجعه است توی افکار عمومی که وقتی حد الهی جاری میشه و از اینکه مردم خوشحال بشن لجشون میگیره. چرا باید دسته دوز قطع بشه بقیه لجشون میگیره؟ آه حد خدا جاری شده. علت چه؟ علت اینه که میگن اون جایی که باید درشتا رو بگیری توقع جامعه متفاوته، لذا وقتی شما حد رو هم جاری کنی به شرط اینکه درست هم جاری کنی بازم انقلاب میکنه. حتی مذهبی ها، حتی طلب ها نباید مخالف اجرای حکم الهی باشن، که نیستن هم مخالف اجرای حکم الهی، میگن کاریکاتوری نمیشه باشه، نمیشه گوسفندوز دستش قطع بشه 1000 میلیاردیه هیچی اتفاقی برش نیفته، اسمش هم نبری، حرمتش رو حفظ کنی. اون در ملای عام حد جاری بشه، این یکی اسمش هم برده نشه، نمیپذیره جامعه اینو. این ناکارآمدی قابل انکار نیست. اما خب حالا درمانش اگه بخوایم بکنیم باید بریم تو سیره اهل بیت ببینیم که چه کار باید کرد. سه معصوم ابتدایی ما امیرالمومنین امام مجتبی و حضرت رسول به صورت جدی با در مباحثات شیعه و غیر شیعه متهم به ناکارآمدی شدن. حالا من اصل خطبه رو بخونم بعد وارد بحث میشیم. 200 خطبه نهج البلاغه است در شرح ابن ابوالحدیث، عرض کردم 193. حضرت فرمود والله ما معاویتو به ادهامنی. این قسم خوردن برای چیه؟ به خدا سوگند من از و خدا سوگند معاویه از من سیاستر و زیرکتر و باهوشتر و مدیرتر و سیاستمدارتر نیست. این به خدا یعنی چی؟ یعنی افکار عمومی عدهشون قائلن که معاویه ادهاه، معاویه مخش بیشتر کار میکنه، سیاستمدارتره. ولکنه یقدر و یفجر، او پیمان میشکنه و گناه میکنه. و لولا کراهیت القدر، اگر پستی و کراهت و زشتی پیمان شکنی نبود، یعنی من یه حرفی میزنم بدن خلافش عمل کنم طوری نبود، یا جای دیگه حضرت همون لولا تقا، اگر تقوا نبود، لکنتو من ادهن ناس، من از همه بیشتر از این کارا بلد بودم. ولیکن کل قدرتن فجره و کل فجرتن کفره، پیمان شکنی فسق و فجوره، گناهه. ولی کل قادرن لواء یعرف بهی یوم القیامه، پیمان شکنان روز قیامت پرچم آبروریزی بالا سرشون نصب میکنن. والله ما استغفل بالمکیده، من غافل نشدم از کیده اینا، خیال کنید گول معاویه رو خوردن.
ولا استغمض بالشدیده، اینطور نیست که من چشمم نبینه بعضی از این کارهایی که اینا میکنن. این فضا نشون میده در حکومت امیرالمومنین صلوات الله علیه عده‌ای که باعث شده حضرت سخنرانی کنه میگن آقا معاویه مخش بیشتر کار میکنه، ببین اون کارش پیشه. یاد مبارکتون باشه وقتی هم در مورد نحوه اداره حکومت امیرالمومنین و خلیفه دوم گفتگو کردیم که او با چوب و چماق جامعه رو اداره میکرد و امیرالمومنین کار رو نمیکرد و جامعه به هم ریخ. مسئله را اگر خوب من بتونم تصویر کنم، شما میبینید که این سوال رو بستگی داره کجای کار وایستادیم. این سوال رو میشه از پیغمبرم پرسید، آیا منافقان را میشناخ پیغمبر یا نمیشناخ؟ ولا تعرفنهم فی لحن القول، میشناخت پیغمبر اینا رو، از حرف زدنشون میشناخت. خدا رسول خدا برای شناخت منافقین راه معرفی کرده، چون اون نگرف قبل از این که این فتنه بشه که ما عزادار زهرای عطریم. چرا پیغمبر نتونست جامعه رو به گونه مدیریت کنه که همه چی عود نکنه، بر نگرده؟ چرا امیرالمومنین صلوات الله علیه نتونست کشور رو اداره کنه، جغرافیای سرزمین و حکومتش به ثلث زمان ابتدایی حکومتش تقلیل پیدا کرد؟ یه حکومتی که مرزهاشو از دست بده ناکار آمده دیگه. یقی کیو باید گرفت اینجا؟ چرا امام حسن نتونست جلوی فساد سرداران ارتششو بگیره؟ چرا امیرالمومنین نتونست جلوی این رو بگیره که فرمانداران بیت المال رو نبرن به معاویه نپیوندن؟ چرا؟ ساده انگاری بخوایم بکنیم، به فوش سیاسی بخوایم بدیم، یا همدیگر رو بخوایم متهم کنیم، اما اگه بخوایم بررسی کنیم آیا اصلا در اسلام اداره به هر به ای نحوه کان درسته؟ مدیریت جامعه اسلامی یعنی مجبور کردن مردم، نمیاد قوه قهریه‌ای باشه نفس اگه کسی کشید خواست خلاف کنه بگیرن جلوشو؟ این رو بهش بگن مدیریت؟ اگر به این بگن مدیریت یعنی مجبور کردن مردم در همه امور. یه وقت شما یه قوانینی میذارید، حدود و سقور شرعی میذارید، اون متفاوته با این که شما بخوای همه مردم رو مجبور کنی یه گونه فکر کنن، یه جور عمل کنن. اون روش خلیفه دوم. اگر شما بگی که ببین اونو هر کاری دلش میخواست تو این 10 سال حکومتش کرد، هر کاری خواست کرد، به هر سمتی خواست برد مردم رو، و این مدیره ما قبلا صحبت کردیم در خطبه شیخ شقیه که امیرالمومنین صلوات الله علیه نمیپسندید این روش خشونت بار اونو و فرمود مردم در تلون و شماسن، مردم همه فیلم بازی میکردن، یعنی جامعه شد دیکتاتوری، نفس کسی نکشه. این اصلا توش تربیت نیست. خدا پیغمبرش هم همچین چیزی نفرموده. انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر. اگر خدا میخواست یه چماق درست کنه که مردم اگر کسی با اولین نگاه چپ به نامحرم چشاش در میمد بیرون، با اولین لغمه حرام اما احشارش میپاشید بیرون، با اولین ظلم دستش چوب خوش میشد، این که دیگه تربیت رخ نداده بود. این نشأ ننزل علیهم من السماء آیة فظلت اعناقهم لها خاضعین. فرمود اگه میخواستم یه آیتی، یه نشانه، کاری نازل میکردم مردم مجبورشن گردن رو بیفته پایین، یه کسی گردن کشی نکنه. این نوع نگاه ها شایعه. اون بزرگواری که میفرماد اگر کسی بگه بعد از پیغمبر فقط 4 نفر صحابه پیغمبر بودن، باقی به مسیر حق نرفتن، پس یعنی پیغمبر کارآمد نیست، این یه نگاه
شخص این بزرگوار یا دیگرانی که اینجوری فکر میکنن. اگه شما با این نگاه بخوای نگاه کنی، باید ناکارآمدی رو تسری بدی به همه انبیا. 950 سال حضرت نوح نبوت کرد، کلا 80 تا آدم جذب. شاید یه آخوند معمولی هم میرفت 950 سال کار میکرد، 20 نفر جذب میکرد. اگه نگاه آدم بخواد کم میباشه، یعنی من و حضرت نوح خیلی شاید با هم تفاوت دارم. این چه نگاه سخیفیه. بعضی از انبیا رو پوست کندن، سر بریدن، اصلا هیچی، بهره‌وری 0%. این چه نگاه کمیه. نمیتونستن این انبیا یه شعبده‌بازا عجیمجی بلدن، انبیا نمیتونستن با یه حرکت دستی به قدرت تکوین الهی مردم مجبور کنن. مدیریت جامعه اسلامی با الزام و اجبار قهری که نیست، تربیت قرار اتفاق بیفته. ببینید رسول خدا، ببینید پیغمبر زنده بود. طلحه گفت یعنی چی ما بمیریم پیغمبر میره زنمونو میگیره؟ پیغمبر بمیره میرم عایشه رو میگیرم. ببین شما تو هر جای دنیا راجعه یه زن شوهردار این حرفو بزنی چی میگن بهتون؟ باید پوستش رو میکنده. ولی معیار تو جامعه اسلامی تربیته. اینجوری نیستش که زود پوست طرف رو بکنن، خفش کنن. باید رشد کنه، زمینش رو فراهم کنن. شاید هم آخرش بازم طلحه بمونه. طلحه قرار نیست اینجا همه چی تکلیفش معلوم بشه. تا دلتون بخواد از این موارد هست. یعنی اگر کسی بخواد اشکالات جامعه رو ببینه، بعد همین جوری رو دعوای سیاسی فقط یه نفر رو متهم کنه، البته اون یه نفر ممکنه اشکال داشته باشه. اون این که روش نقد نشد. یه چیزی نباید بگیم که خودمون دیگه سیره اهل بیت هم نتونیم بفهمیم. تو سیره اهل بیت پیغمبر چه دستاوردی داشت بعد از 23 سال حکومت؟ چقدر راجع به دخترش صحبت کرد؟ ما برداشتمون از حکومتی برداشت سخیفیه معمولا، چون در طول دوران تاریخ ما همیشه نقش اپوزیسیون داشتیم. خلاصه همیشه ما ضد حکومت بودیم دیگه. یه 4 سال همی درمان حکومت کرد، 4 سال خورده یه چند ماه امام حسن، باقیش دیگه حکومت نداشتیم، لذا همیشه نقد فقط میکردیم. شاید خیلی وقتا نگاهمون واقع بینانه هم نبوده. مثلا ما همون زمان شاه ملعون که تو این ایام سرنگونیشه، خدا با دشمنان اهل بیت محشورش کنه، مثلا فرض کنیم میگفتیم یه کانال صدا و سیما به ما بده، شما معلوم میشه که ما چیکار میکنیم، دنیا رو میگیریم. خب چون تجربه نداشتیم، نگاهمون به حکومت نگاه دقیقی نیست. برداشتمونه که حکومت وقتی موفقه که فقط رهبرش خوب باشه. نه، تاریخ نشون میده حکومتایی داشتیم که رهبرش نقص نداشته، رسول خدا امیرالمومنین امام حسن، ولی ناکامیای فراوانی داشتن اینا، چون فقط حکومت به رهبری نیست، فقط این نیست که. آخر خود پیش شخصایی ازتون باشه عرض میکنم، حضرت همون 3 تا شرط بود که من حکومت رو پذیرفتم. لولا حضور الحاضر، مردم اومدن تو صحنه، و قیام الحجت به وجود ناصر، یه دم ناصر شدن. شاید مثلا خواص منم اومدم، ما خذ الله علی العلماء، ما اومدیم. حکومت که کار یه نفر نیست، که اگه یه نفر خوب باشه یا بد باشه کار خراب بشه. نه، اینطور نیست. شاید بد باشه کار خراب بشه، ولی خوب باشه کار پیش نمیره. این تعبیر رو بنده قبلا هم عرض کردم، امام زمان روحی لوالفدا
مدیریتش بشکنی نخواهد بود که به یه بشکن بزنه زیر و رو کنه عالمو. اون این بشکن امیرالمومنین هم بلد بود بزنه، امیرالمومنین هم بلد بود دست کون بده عالم زیر و رو بشه. قرار بود مردم تربیت بشن بیان زمین ساز عدل بشن. مردم هم یعنی خواص و عوام، نه فقط یه نفر. یه نفر انزه یه نفر نه بیش از یه نفر کارایی داره، همه حکومت که یه نفر نیست. قدرت تکوینی امیرالمومنین امام حسن سلام الله علیه ما که یا خود پیغمبر اکرم روحی الله الفدا کمتر از امام زمان سلام الله علیه نیست که امام صادق سلام الله علیه که وقتی یه دست کن میدن ابوبصیر گفت یا ابن رسول الله اون چی بود که حضرت موسی نتونست ببینه؟ گفت خدای میخوام ببینمت. حضرت حق فرمود که لن ترانی، هرگز نمیتونی ببینی. لا ترانی با لن ترانی دوتاست. لا ترانی نمیبینی، لن ترانی یعنی هرگز نمیبینی، یعنی قابلیتشو نداری، خیلی فاصله داری. این دیدن هم معلومه چشم سر نیست، خدا جسم نداره قابل دیدن باشه. و حضرت موسی هم عجل شنش از این که ندونه خدا جسم نیست، بگه خدای بیا چشم ابروتو ببینم، ابدا. یعنی میخوام شهودت کنم، همون چیزی که امیرالمومنین فرمود که من خدایی رو که نبینم اصلا عبادت نمی کنم. و حفظ کنه خدا اون شاعری رو که نسبت بین این نکته با زهرای اطهر میگه علی ندیده عبادت نمی کند کس را، خطابش به حضرت زهراست، خدایی را به جمال تو در نظر دارد. اینی لم اعبد رب لم ارهو، من اصلا ندیده عبادت نمی کنم. این فرق بین امیرالمومنین حضرت موسی است، یکی از فرق ها. ابوبصیر خب نابینا بود، بنده خدا درخت و در دیوار هم نمی دید. ابوبصیر این روشندل، عرب به نابینا میگه ابوبصیر، کنیه ابوبصیر ابو محمده. گو آجان این چی بود حضرت موسی میخواست ببینه نمیتونست ببینه؟ حالا یکی نیست به آجان شما درخت رو با چش سر تعطیله، اون چیزیه که موسی میخواست ببینه. این باب هشتم کتاب توحید شیخ صدوقه. حضرت صادق سلام الله علیه دستشون نجوی تکون دادن، گوه آدالم میبینم چی بود که اون نمیتونست ببینه. خب معلومه که ابوبصیر قابلیتش با حضرت موسی قابل قیاس نیست. این مقام ولایت مولاست، امام صادقه که این قابلیت رو ایجاد میکنه در طرف. آدم های عادی زورشون برسه خودشون چششون یکم وا بشه. امام با یه اشاره دست چشم دل ابوبصیر نابینا رو باز میکنه، قابلیت ایجاد میکنه. برای همین ما در زیاراتمون نسبت به اهل بیت میگیم هیچ عملی نداریم، امیدواری نداریم جز امیدمون به محبت به شما، چون شما میتونید ما رو توسعه بدید، وجودمون رو توسعه بدید، قابلیت ایجاد کنی، ظرفم رو بزرگ کنی بعد پر کنی. مثل گدایی که کاسم نمیبره، میگه خودتون ظرف بدید خودتونم پر کنید. بعدم ازت دست کن بم ابوبصیر گفت دیگه آقا اونو که میدیدم نمیبینم. خب معلومه برای اینکه این مقام ابوبصیر نیست، این مقام امام صادقه. شب یه جزایی دو شهدام نقل شده که تو شب عاشورا جای شهدا رو نشون داد بهش. این چشم عرش پیما کار امام حسین سلام الله علیه، ولی میتونه ایجاد کنه در اون کراش و شیعه هاش. خب آقا امام صادق سلام الله علیه که اینطوری کنه، این اتفاقا میفته، اینطوری میکرد منصور سقط میشد کار تمام میشد. قرار بر این نبود، قرار بر تربیت بود. حسین جعفر سلام الله علیه رب نجنی من سجن هارون، فقط از ذهنش خطور میکرد همه عالم بلکه دست و زبان و فکر هارون سرباز موسی بن جعفر. مقام ولایت همینه. الا ان جوارحکم جنوده، کسی نمیتونه با خدا حقیقی بجنگه چون فکرش هم سرباز خداست. چجوری میخوای علیهش کید به کار ببری؟ با چی؟ با فکری که مال اونه. این تواقیت و این موزرده تا تو سرویس بهداشتی و
هموم سنت هسته امام خلاصه دوربین گذاشتن دیگه، شأن حضرت حق که کمتر از این نیست. تو اما احشاء امام همه را شهود داره میکنه، بلکه خودش افاضه میکنه، کی میتونه باهاش بجنگه؟ و این ولایت استمرارش دست امام معصومه. او از ندر کسی مقابلش نمیتونه قرار بگیره، سربازاش شمرم اعضای بدنش سرباز سید الشهدا است. او اگر اراده نکنه او اصلا به ذهنش چیزی خطور نمیکنه. بله فرصت ایجاد میکنه، دعوتش میکنه، هم او رو هم عمر سعد و هم بهترها رو که ای با من همراهی کنی. یعنی تو یک لحظه اگه این روایت درست باشه که سید الشهدا وقتی اون ملعون رو سینه حضرت نشست، اونجا هم به ایشون به اون ملعون فرموده باشن که تو بیا خودتو بدبخت نکن، من شفاعت جدم رو تضمین میکنم، اگر این جمله رو حضرت فرموده باشه، یعنی تو یک بار از نفست بگذر، من تو رو سیرت میدم. اما این قرار باشه که تو شمر باشی تا آخر، خب به چه دلیلی؟ حکیمه ما کاری نداره برای معصوم که خود دست کن بده همه عالم رو جا به جا کنه، بنابر مدیریت بشکنی نیست. امیرالمومنین هم اینطوری میگن همه عالم جا به جا میشون، معاویه مثل اینا که سندروم دان دارن میشون، فایده ای نداشت. معاویه نه یکی دیگه میشد جای معاویه. مگه الان کم داریم معاویه؟ مگه الان نداریم کسانی که با دروغ و تبلیغات تو بعضی از انتخابات ها رأی میارن، دروغ شاخدار میگن رأی میارن، مدیریت دارن میکنن افکار عمومی با دروغ؟ داریم دیگه، تو همین 40 سال جمهوری اسلامی کم ندیدیم کسانی که دروغ گفتن شاخدار رأی آوردن، خیلی مدیرن. آقا این اصلا نگاه شما الهادی اسلامیه، اون چه شکلی میخوایم نقد کنیم که بگیم کارآمدی ناکارآمدی؟ اگر کسی بگه معاویه مدیریت کارآمد داشت، اینا اینو گفتن، اسلامو نفهمیده اون کسی که میاد بین گرمون میگه معاویه کارآمدتره، سیاستمدارتره. اسلامو نفهمیدن. چون از نظر اسلام رفتار معاویه معامله صفحیه، برای جیفه دنیا، برای مردار بوگندوی دنیا داره آخرتشو میفروشه. این کجا مخش کار میکنه؟ ابلهتر از اون نیست. در نگاه امیرالمومنین سفیهتر از معاویه نیست. در نگاه اون مردم معاویه مخش کار میکنه، دمش گرم. بله با نگاه معاویه شما نگاه کنید، مدیریت امیرالمومنین ابلهانه است، ناکارآمده. با اون نگاه همینطور، با نگاه شیطانی همینطور. این که یه جامعه خیال کنی یه نفر اون بالا بیشینه، یه نفر وظیفه داره هر کی هر کاری دلش میخواد بکنه بکنه، اون یه نفر همه رو اصلاح کنه. نمونهش تو خونه های خودمون میبینیم، خونه ای نیست که افراد دینی اون خونه با هم تفاوت نداشته باشن. یه عروسی اسلامیه، یه عروسی انگار وسط لاس وگاس. خب چیکار میکنید شما؟ شمشیر میگیرید دستت میره اون وسط شمشیر میگردونی؟ چقدر مذهبی ها شده که وقتی عروسی میشه براشون عزا میشه، چون نمیخوان گناه کنه و نمیتونه هم حرف بزنه، چون حرف زدن فسادو بیشتر میکنه. آقا شما یه عروسی فامیل خودتو نمیتونی جمع کنی، توقع داری یه نفر هر کی هر کاری دارش خواست بکنه، یه نفر اون بالا شمشیر به یه دستش عملو بزنه. آخ خودمون شروع کنیم، یه بیل به باغچه خودمون بزنیم بعدن ادعا کنیم. چقدر تو بسته بارتون میبینید طرف بچه هیئتیه، نستجیر بالله دخترش حجاب درستی نداره، چیکار کنه؟ قطع رابطه کنن؟ بیرونش کنه؟ خدا نیاره گرفتار بشید. داماد بعد یا عروس بعد کسی داشته باشه، داماد اذیت کنه دختر آدمو، خدا نیاره، این آزمایش سختیه، جگرت زیر دندون طرف باید بهش احترام بذاری. خب شمشیر بگیر دستت بگردون، میتونی؟ سه تا بچه داره دختره.
آقا تو یه مشکل کوچیک سه نفره نمیتونی حل کنی به تنهایی، توقع داری یه نفر کل مملکت رو به تنهایی، هر کی هر کاری دلش بخواد بکنه و اون یه نفر شمشیر بگیره دستش، این خیلی منصفانه است. جامعه رو جامعه میتونه اصلاح کنه، عوام یعنی عموم، خواص اصلی ها و رهبری، سه تا ویژگیه نه یکی. یکی حالا به اندازه بیش از خودش نقش آفرینی کنه همه رو. بله شما توقع داشته باشید، خیلی دل آدم میسوزه. ببینید در طول تاریخ اهل سنت نوشتن عمر از علی ابن ابی طالب سیاستمدارتر بود. خب این نگاه شماست. بعد متاسفانه کاش که این احتمال ایشالله این نسخه شفا ابن سینا هم جل درش صورت گرفته باشه، چون از ابن سینا هم همین نقل هست که جایی که عاقل‌تر هست و عالم‌تر، عاقل‌تر باید حکومت کنه، عالم‌تر باید مشورت بده، همون کاری که علی عمر کردن. یعنی از تجربه الله عمر عاقل‌تر بود و علی عالم‌تر، او حکومت که این مشورت داد. حالا این جمله رو ایشالله که نسخه های خطیش رو دست برده باشن، اگه نگفته باشن خاک بر سر ابن سینا با این فهمش، اگه دست برده نشده باشه حیف خاک اگر همچه حرفی زده باشه. شک دارم من، چون اون میگه فرق علی با بین، میگن علی و صحابه رو با هم مقایسه کن، علی و صحابه، من شک دارم این حرف مال او باشه، ولی این حرف مشهوره. حالا ابن سینا هم نگفته باشه، خیلی از اهل سنت این حرف رو زدن، این حرف مشهوره، ولی انشالله که ابن سینا بدبختی نکرده باشه، این حرف رو نزده باشه. دستکاری تو نسخه ها زیاده، به ویژه که میگن فرق علی بین علی و اصحاب پیغمبر چیه، میگه کل معقول بین المحسوسات، یعنی اصلا سنخشون جنسشون با هم فرق داره. معقول مثل مثلا مثال بخوام برای شما بزنم، مثل عشق محبت، و محسوس مثل پشتی و چوب، اصلا سنخشون با هم فرق میکنه. میگه علی بین صحابه پیغمبر کل معقول بین المحسوسات، اصلا جنسشون فرق داره. ایشالله که نگفته باشم چه چرندی رو، ولی این چرند رو خیلی ها گفتن. ما که چند هفته یکی از عزیزانم که سرور بزرگواره معترض شده بود چرا این سه هفته گیر به عمر دادی، باید یه جایی ما میگفتیم حکومت او چگونه مدیریت کرد که وقتی میخوایم بحث کنیم بتونیم مثال بزنیم. مدیریت چمانقی خشن بگیر ببنده، نفس ها تو سینا حبس بشه، خبر رسید که اومده تو کوچه دکتر سنگ زن و بچه سخت کنن، این مدیریت اسلامی نیست. مدیریت اسلامی نیست. قرار نیست که یه نفر یه کاری کنه کسی جرأت نکنه. اون پیغمبر میتونست این کارو بکنه، هم توانشو بیشتر داشت، هم قدرت تکوینی داشت، هم علم بیشتر داشت. اینی که کسی بگه عمر از علی سیاست مدار تر بود، واسه تعریفش از سیاست، اصلا اونی که میگه سیاست پدر سوخت بازیه، حالا میگه چجور با دین جمع میشه، اون نگاهت به سیاست اینه. علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه حکومت کرد و سیاست مدارم شد و اهل بیتم سائس عبادن، ولی نستجیر الله ما عبارت نمیتونی براشون به کار ببری. امام حسن و امیرالمومنین هم حکومت کردن، شما میتونی بگی سیاست چون چی چی بازیه؟ نمیتونی بگی. تعریف ما از سیاست چیه؟ سیاست اگر راهنمایی و هدایت مردم به سمت خیره، این معنی نداره بگی پدر سوخته بازی، ولی توش اجبار نیست. آیا فکر میکنیم مثلا پیغمبر در معرفی زهرای اطهر کم گذاشته بود تو اون جامعه؟ یعنی نمیدونستن بزعت الرسوله، نمیدونستن محبوب پیغمبره، نمیدونستن سیده نساء الجنه که حمله کردن در خونش؟ ما خیال میکنیم اگه علم باشه کافیه. یکی از بستگان ما معاون وزیر بهداشت بود، انقدر سیگار میکشید دو نفر عمل قلب کرده. اما علم که باعث عمل نمیشه، که علم که باعث عمل لزوما نمیشه. پیغمبر
پیغمبر کم فرموده بود دیگه، اگر هیچی رو تکرار نکرده بود در کمترین عدد 180 بار رفته در خونه از زهرا وایساده فرموده از صلات از صلات یا اهل البیت انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم، دیگه حیوانا و مرکبهای شهر مدینه فهمیدن که اینجا خونه اهل بیت، اینجا محبت وحی، همه میدونن. حتی وقتی قاتل زهرا اطهر خواست بره پشت در خونه حضرت، قیل یا ابا حفص ان فیها فاطمه، یا کنین منابعشون نوشتن وقتی خواستن حمله کنن فاطمه تو خونه است، یعنی چی؟ خب اگه کسی شعور به هیچی نداشته باشه دیگه حسنین تو خونه هن. که مثلا فرض فرمایید که دیگه طفلن دیگه، معصومن دیگه، کسی شیعه هم نباشه میگه بچه 6 7 ساله است دیگه، آقا خونه رو آتیش نزنید توش بچه خردسال هست. یعنی چی میگن ان فیها فاطمه؟ میدونن حرمتو. علم خالی که عمل نمیاره. نفس آقا، این نفس پدر سوخته که اصلا منطق سرش نمیشه اگر آزاد بشه. یه وقتی آدم بد نیست سر بزنه لیست جرائمی که تو کشور ما داره اتفاق میفته، تو کشور شیعه، تجاوزهای اصلا نمیخوام اسم ببرم، یه وقتی آدم بره سر بزنه ببینید بابا و بچه خواهر و برادر کی به کی چه غلط هایی صورت گرفته، خب اینا علم ندارن، اینا حرام زادن همشون، اینا تو لاس وگاس بودن. نه آقا، نفسه، نفس اگر تربیت نشه تا شمر شدن راه زیادی نیست. خدا رحمت کنه وحدتو میفرمود، اعوذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. توقع اینه یه نفر بیاد شمرا رو همه رو بخط کنه چارمیخه کنه، نمیشه آقا، باید همه بخوام. لذا امیرالمومنین نفرمود باشه، گفتید بیا حکومت کن و ما اخذ الله علی العلماء ان لا یقروا علی کذبت ظالم، خدا فرموده که عالم اونی که خبر از موضوع داره قرار نداشته باشه بر ظلم ظالمان، من میام. نه، فرمود لولا حضور الحاضر قیام الحجت به وجود ناصر، شما میگین ما هستیم، مردم اومدن التماس میکنن، سران و اصحاب و اهل بدر و اینا اومدن ما در خدمتیم، یه نفر نمیتونه کار پیش ببره، یه نفر نمیتونه. بارش انشاءالله برای بعد. اگر 75 روز بعد از شهادت رسول خدا زهرای اطهر از دنیا رفته باشن، امتحان سختی شده امیرالمومنین. یه عبارتی در کامل و زیارات هست، پیغمبر می فرماد من وقتی معراج رفتم خداوند پایان کار من و اهل بیتم رو در دنیا به من نشون داد، یکی یکی خبر به من داد. این روزه رو هم وکیل امام زمان خونده، حالا اون روزه رو همشون نمیخوام بخونم چون از دهنم در نمیاد امروز اون حرفا، یه جمله پیغمبر رو میخوام عرض کنم. حضرت می فرماد جبرئیل به من فرمود که امتت با تو این کار رو میکنن، من گفتم صبر میکنم. جبرئیل رو خدا فرموده امتت با علی این کار رو میکنن، محاسنش خضاب میشه، امیر توحید، رکن توحید رو تکفیر کردن، به جرم کفر کشتن. فرمود صبر میکنم. من گفتن که پاره تن امام مجتبی رو مسموم میکنه، گفتم صبر میکنم. گفتن پسر دیگر رو تشنه سر میبرن، گفتم صبر میکنم.
بعد به من گفتن که اما در مورد دخترت فتوظلم به او ظلم میشه. و تو ضرب ضربه ای به او رسالت بشه و تو طرف و مافی بطنها فرزند آخر بهمش و هیه تموت به هادت برد قاتل رو هم مشخص کردن با همون ضربه هم ایشون بالاخره به شهادت میرسه. نگاه کنید روایت رو، اینو تا میشنمه پیغمبر اینجا نمیفرما صبر میکنه، فرماد انا لله و انا الیه راجعون. درد ناموس متفاوته با رسول الله. خبری به شما دادن، این خبر خود پیغمبرم وقتی به امیرالمومنین داد حضرت ایستاده بود زمین خورد. من هیچ جایی سوال ندارم پیغمبر از امیرالمومنین خواهشی کرده باشه، امیرالمومنین تقاضای تغییر امتحان داده باشه. اینجاست فقط که وقتی پیغمبر خبر داد حضرت وقتی زمین افتاد در بعض این اقلام حضرت می فرماد بیهوش شدن. به پیغمبر بعدش عرض کردم یا رسول الله نمیشه من قبل از شما از دنیا برم؟ یا رسول الله خبرش این بلا رو سر امیرالمومنین آورد. الان اگر شما بری چشم دلتو ببری مدینه، داخل مسجد پیغمبر یه در سوخته است، یکی دو روز دیگه امیرالمومنین وقتی خونه میره بستری وجود نداره، خانه خالی شد، چراغ این خونه خاموش شد. این فراغ ما نمیتونیم بفهمیم. نقل شده از امیرالمومنین که فرمود یقولون ان الموت صعب علی الفتا، میگن که مرگ جوان خیلی سخته. حضرت میفرمه یه چیزی اضافه میکنم، مفارقت الاحباب والله اصعبو، وقتی حبیب تو از دست بدی به خدا سختره. نقل کردن این ایام جایی نداشت بره حضرت حرف بزنه، میرفت تو بقی حرکت میکرد و قفت و علال قبور مسلمن، بین قبور حرکت میکرد حرف میزد و قفت و علال قبور مسلمن قبر الحبیب و لم یرد جوابی. فاطمه جان یکی دو روز دیگه جواب سلامی وجود ندار. بالای سر بدن مطهرش اینجور فرمود اما حزنی فسرمد، دیگه این جگر خنک نخواهد شد. اما لیلی فمسهد، دیگه من شبا خواب به چشمم نمیام، تا شب میشه یاد اون لحظات میفته. اما گفت آجان شما هی گریه میکنی، صداتون آروم، گاهی یهو زجه میزنیم، ما شیعه شماییم، جگرمون پاره میشه، یاد چی میفتی اینطوری گریه میکنی؟ فرمود یا امار فلم ما وضعتها علی المغتسل، فاطمه من یه 70-80 روزی از من رو میگره، هر بارم گریه میکرد از درد گریه نمیکرد، مخفی کرد از من، ولی خب من باید اون رو قسل میدادم. یه تخت پارهی گذاشتم بدن مبارکش رو روی اون قرار بدم، به این میگن مغتسل. فلم ما وضعتها علی المغتسل، وقتی بدن مبارکش رو روی مغتسل گذاشتم، وجدت ضلعها مکسوره، یه جمله دیگه هم عرض کنم، من این روزه شهادت امیرالمومنین نخوندم، از نظر من روز شهادت امیرالمومنین هم تازه گذشته. این فراق همه وجود امیرالمومنین گرفته بود. بعضی نگاه کنید، بعضی از اصحاب امیرالمومنین نوشتن همیشه یه غمی در چهره شون. گذشت
شب 21 ماه رمضان از ایشون نقل کردن. دیگه انقدر بدن مبارکش بیحال شده بود، دست و پا رو هم نمیتونست تکون بده، گاهی چشمای مبارکش رو باز میکرد میبست. اسبق میگه انقدر چهره مبارکش زرد شده بود که دیگه من فهمیدم کار از کار گذشته، اما روح از بدنش مفارقت نمیکرد، انگار منتظر بود. یه بار که چشم مبارکش رو باز کرد فرمود خوش آمدی، خوش آمدی. گفتن آقا جان با کی صحبت میکنی؟ فرمود هذه فاطمه.